سلام دوشنبه سی خرداد 1401 20 جوان 2022 میلادی از روز شنبه در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان که به قطب سنگ کشور معروف ها کارخانه این شهرک صنعتی با هزاران کارگر دست به اعتصاب زدند هفته گذشته رئیس اتحادیه سنگ در صحبتی گفته بود که اعتصاب باید بکنند اما بعد مقامات امنیتی رو بازداشت کردند وادار کردند که بیاد حرفش رو پس بگیره ولی این حرف او مورد استقبال کار، کارگرا قرار گرفت و اعتصاب رو شروع کردند از شنبه کارگران تهدید کردند که اگر به خواسته اونها رسیدگی نشه از روز اول تیرما از تردد تریلی ها به شهرک برای حمل سنگ و غیر و هم جلوگیری خواهند کرد همچنین از دیروز یک شنبه کامیونداران تعدادیشون مقابل ساختمان حمل و نقل جاده وزارت راه دست به تجمع اعتراضی در تهران زدند تجمع کنندگان شب قبل رو جلوی ساختمان خوابیده بودند و مشکلشون در بخش حمد و نقل بخش مطالب متعددی است که از جمله اینکه ماشین های قدیمی و اسقاطی رو با چند میلیون دولت برداشته و حالا که ماشین جایگزین رو میخواد بده میلیاردی در واقع قیمت اون هست اما این تنها مشکل نیست در شرایط حاضر اولین مشکل برای رانندگان کامیون مسئله تعرفه هایی است که حکومت گذاشته که به هیچ وجه کافی نیست و متناسب با نرخ تورمی که کشور رو فرا گرفته ابدا نمی باشه حتی این تعرفه ها هزینه استهلاك ماشین رو هم تأمین نمیکنه. یکی از خواسته های کارگران رانندگان این است که تعرفه ها بر اساس تن کیلومتر یکسان سازی بشه در سطح کشور و قیم این تعرفه ها هم دست کم ماهی یک بار متناسب با سقوط پول تجدید نظر بشه مبنای واحد که تن کیلومتر هست نکته دیگه فشار حکومت برای برداشتن مالیات از حق باری است که راننده باید دریافت کنه ابتدا مالیات رو برمیدارند بعد پولش رو میدن در حالی که در این شرایط که وضعیت رکود اقتصادی و تورم هست رانندگان امکان پرداخت مالیات رو ندارن مطلب دیگه اقساط بانک برای رانندگان است که بدهکار هستند بهره های 18 و 20 درصدی که در این شرایط امکان پرداخت وامها و اقساط اون رو ندارند و تا شرایط کشور به حالت عادی در نیاد تورم به یک رقمی نرسه رکود رف نشه تعرفه های حمل و نقل اصلاح نشه اساسا اقساط بانک قابل پرداخت نیست و باید فریز بشه منجمد بشه تا زمان عادی شدن وضع اقتصادی و اما مطلب دیگه ای که رانندگان با اون دست به گریبانم مسئله لوازم یدکی به خصوص اجناس تون گردش مثل لاستیک و باتری و غیره و غیره که به هیچ وجه قیمت اونها متناسب با تعرفهایی که میگیرن نیست ضمن اینکه مثل بقیه جاهای کشور در واردات این کالاها هم شرکت های دستن در کار که به دولت و باندهای مافیایی وصل هستند میلیاردها سو استفاده کرده و فشارش نهایتا روی دوش رانندگان حال مشکلات اساسی که ذکر شد و درد دل رانندگان کامیون هست از تقریبا خلاصه مواردی است که به شکلهای مختلف از سوی رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده ای در بسیاری جاهای کشور به گوش میرسه و به اشکال مختلف مطرح شده اما روزنامه شرق خبر میده از اینکه بسیاری از مرغداران و پرورش دهندگان ماهی در ایران با دخالت های بی جای وزارت کشاورزی و نخگذاری ها و نبودن نهادهای دامی و غیره و از طرف دیگه با رکود اقتصادی و تورمی که امکان خرید رو از مردم گرفته و نمیتونن کالاشون رو بفروشند، سرمایهشون و دانششون و تجربه و تخصصشون رو برداشتن و رفتن به عراق. حاصل این, این،, این کار اینکه تولید تخم مرغ عراق از یک میلیارد عدد در سال به بیش از هفت میلیارد عدد در سال رسیده و اخیرا هم با اعتراضی که مرغداری های عراق داشتن ورود مرغ و تخم مرغ از ایران ممنوع شد و انقریب به جای صادرات مرغ و تخم مرغ از ایران به عراق این عراق خواهد بود که مرغ و تخم مرغ به ایران صادر خواهد کرد حال کوچ کردن سرمایه تخصص و تجربه این بخش مهم از کشاورزی کشور هم فاجعه دیگری است که روی فجایع اقتصادی فساد و سوء مدیریت مدیران کشور اضافه شده اما سهرگاه امروز دوشنبه فیروز موسالو زندانی سیاسی کرد در زندان اورمیه اعدام شد او به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف به اعدام محکوم شده بود و برای اعدام او حتی به خانواده هم خبر ندادند و مخفیانه و محرمانه از شنبه او رو به جای نامعلومی از بند بردند و امروز اعلام شد که او اعدام شد ده معلم زندانی در سقز از دیروز دست به اعتصاب غذا زدند معلمان به بازداشت غیرقانونی خودشون اعتراض دارند و همچنین به دخالت نهادهای امنیتی در تشکیل پرونده که تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی با اون مواجه هستند و خواستار آزادی و رفع اتهامات شدن همچنین دادخواهان سلامت نام پنج نفری که سال گذشته قصد شکایت از مدیران کشور و شخص آقای خامنهای را داشتند به دلیل سوء مدیریت در مسئله مقابله با کرونا که به قتل غیرعمد دست کم صد هزار تن از هموطنان ما تمام شده بازداشت شده بودند به هر حال اعلام کرد وکیلشون که دادگاه احکام عجیبی رو دادگاه بدوی صادر کرده برای مهدی محمودیان روزنامه نگار چهار سال زندان و دو سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری برای مصطفی نیلی وکیل دادگستری چهار سال زندان به اضافه دو سال محرومیت از وکالت و برای آرش که هم وکیل دادگستری دو سال حبس و یک سال محرومیت از وکالت دادگاه بدوی صادر کرده که با این احکام به قول بابک پاکنیا وکیلشون اساساً وکیل متهمین اساسا کیفرخواست به قدری مسخره بود که حتی نماینده دادستان هم از اون نمیتونست استفاده کنه و دادگاه به اصطلاح قاضی با چند تا سوال عملا گویی کیفرخواست جدیدی در دادگاه تنظیم کرد به گفته آقای پاکنیا حتی به او اجازه شرکت در دادگاه به عنوان تماشاچی رو هم ندادن چه رسد به اینکه یک رونده عادلانه دادرسی و اجرای نقش درست وکیل در اون باشه به حال او گفته به دادگاه تجدید نظر و نهایتا دیوان عالی کشور هم شکایت خواهد کرد اما اسرائیل مقامات امنیتیش به نوشته رسانه های اسرائیلی گفتند که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه کسی است که تروریست ها رو برای ترور اتباع اسرائیلی میفرسته و گفتن که ما او رو زیر نظر داریم همچنین فرمانده دانشگاه امام حسین سپاه هم تایید کرده که انفجار در پارچین خرابکاری صنعتی بوده و نه کشتن احسان قدبگی یکی از متخصصینی که در این مرکز بوده این گردن گرفتن و تایید کردن این که در پارچین خرابکاری شده شاید در نوع خودش از اولین بارها باشه ضمن اینکه نیویورک تایمز قبلا عنوان کرده بود که این انفجار در پارچین حمله ریز پهپادها یا کوات کوپتری بوده که از داخل ایران و از نزدیکی اونجا به پرواز در آمده بوده اما آقای خامنهی در نوکری پوتین گام دیگری برداشت در ملاقاتی که با رئیس جمهور قزاقستان ایشون داشت عینا حرف پوتین رو تکرار کرد ادعای او رو و گفت که در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها در صدد توسعه ناتو هستند موضوعی که آقای زلنسکی در همون اوایل حمله روسیه گفت قصد عضویت در ناتو رو ندارم ولی در واقع این بهانه آقای پوتین برای حمله به اوکراین بود جالبه که گفته میشه همزمان با این نوکری خامنه ای آقای لاروف آخر هفته به تهران خواهد رفت و حتی مطرحه که احتمالا پافشاری خواهد کرد بر امضای قرارداد ننگین قزاقستان که باید از تصویب مجلس بگذره مجلسی که باید به بر اساس قانون اساسی چهار پنجم نمایندگانش رأی مثبت بدن و تا کنون به هر شکل جمهوری اسلامی بعد از امضای فقط نامه در قزاقستان جرأت نکرده این قرارداد ننگین رو به مجلس ببره باید دید که در این مجلس دست نشانده ای آقای خامنه ای با ریاست آقای غالیباف یا این کار رو به اجرا خواهند گذاشت یا نه با امید پیروزی ایران و ایرانی